بهار آمد و شمشاد ها جوان شده، پرندگان مهاجر تران خان شده. به نظر من موضوع مهم در عید رو بوسیه. بالاخره دو تا بوس یا سه تا بوس؟ اول بریم سمت چپ یا از سمت راست شروع کنیم؟ اونی که دو تا بوس میکنه با دو تا چای میشه سرتش رو هم برد، ولی اونی که سه تا بوس میکنه اومده که آجیلا رو غارت کنه. اونی که چهار تا بوس میکنه نیومده واسه آجیلا، دنبال خوردن خودتونه. بعد این نخود کشمش چی میگه وسط آجیل؟ پسته و بادوما رو برمیداری؟ تخم ژاپنی ها مگه خار دارن؟ اینقدر شما نجات پرستید؟ بزرگ شدی از سن ایدی گرفتنت گذشته دیگه، چه کوفتیه؟ الان دیگه باید خودت ایدی بدی دیگه، خیلی نامردیه. میری خونه فامیل دختر ندارن، یعنی چی؟ فامیل میان خونهت بچه‌شو میبری تو اتاق کتک میزنی؟ واقعا کار زشتیه، ولی خب حال میده به نظرم. بالاخره ماهی بخریم واسه هفت سین یا حامیان حیوانات بهشون برمیخوره. سبزی ما از سبزی شما بزرگتری هستن، یعنی چی این حرف؟ هر سالم یه چیزی میگن نخرید. ماهی قرمز نخرید، حیوانات گناه دارن. سبزه نذارید، گیاهان گناه دارن. سیر نذارید تو سفره، بو سیر میگیرید. سکه نذارید، پر از میکروبه. اصلا هفت سین نچینید، اضافه کاریه. میشه شبای عید بخوابیم یا ناراحت میشین یا باید اجازه بگیریم از شما؟ بعد مادری یه جوری آجیل رو قایم میکنه که CIA هم نمیتونه پیداش کنه. بعد از اول دی ماه میگری دنبالش، آخرم دو روز مونده به عید تو کمد مادر بزرگت لای شورتای یادگاری بابا بزرگت پیداش میکنی. یه مش برمیداری میری 5 دقیقه بعد میبینی نیست. یعنی هر 5 دقیقه جاشو عوض میکنن. اونقدر فضا امنیتی آدم میترسه اصلا تو خونه تردد کنه. بعد وقتی 8 صبح میای واسه عید دیدنی زنگ میزنی درو باز نمیکنیم، یعنی نیستیم. اینو بفهم. برو بذار بخوابیم جان مادرت. وقتی شب میای برق خاموشه، یعنی نیستیم. حالا اگه صدای تلویزیون میاد، خب شاید تلویزیون روشن گذاشتیم. یا اگه صدای حرف زدن میاد، شاید دزد اومده. به شما مربوط نیست، شما برو خونت. دوست دخترت میگه به عید اعتقاد ندارم، کادو نمیدم. یعنی چی این حرف؟ باید عیدی بدید. این یه سنت، این تاریخ و فرهنگ ماست. از طرفی بعضیشون اعتقاد دارن به عید و عیدی و یعنی میخوان که اصلا عیدی بگیرن. یعنی من باید به اینا عیدی بدم. من نمیفهمم یعنی چی. اصلا همین سنت‌هاست که ما ایرانی‌ها رو عقب نگه داشته. عیدی مهم نیست. مهم اون عشق و علاقه است. یعنی چی بعضی از خانواده‌ها نمیرن مسافرت، پسر رو تو خونه تنها نمیذارن؟ شاید ما کار داشته باشیم. یه چند روز خونه رو مکان کنید حداقل. واسه این میگم که بمونیم خونه با خیال راحت و تمرکز پیک شادی رو حل کنیم. خدای نکرده از درسامون عقب نمونیم. بعضی از این خانواده‌ها میرن مسافرت، بچه بدبخت رو میندازن صندوق عقب، به زور با خودشون میبرن. پدر عزیز، مادر عزیز، این بچه کلی کار نکرده داره، یعنی پیک شادی رو باید سریعا حل کنه. اگه حل نکنه یکی دیگه میکنه، درسش عقب میفته. موضوع دیگه این فامیلایی هستن که تا حالا ندیدیشون. عید یکی در میزنه میاد تو، چند تا ماچ هم میکنه، میگه من عموی باباتم. خود بابات یه گوشه ساکت نشسته، این آقا راست یادش نمیاد. خب مگه مجبوری بعد 20 سال رفت آمد کنی؟ بعد تا میشینه دست میگیره تو ظرف آجیل، میگه کلاس چندی عمو؟ تازه به منم نمیگه، به بابا میگه کلاس چندی عمو؟ ما خودمون فامیل زیاد نداریم. دو تا خاله دارم فقط، که اونم هر سال این موقع میرم در خونهشون، چند تا چک و لگد به پسر و دخترشون میزنم و یه دعوای خانوادگی درست میکنم که نیان خونمون. یه عمو هم داشتم که هر سال این موقع از دخترش خواستگاری میکردم. اونام گفتن دیوان شوهر داره، دست از سرش بردار. اونام قهر کردن امسال نمیان خونه، خدا رو شکر. 13 بدارم 3 تا کوله و 2 تا فرش و یه مبل دو نفره میندازن رو کول من بدبخت، میگن بیار پارک. میرم میبینم بابام و عموم وایسادن دارن با دخترای همسایه وسطی والیبال بازی میکنن، منم باید بشینم یه گوشه آتیش باد بزنم. و در آخر میخوام بگم که تو این سال جدید قدر بزرگترها رو بیشتر بدونید، و اگه دیدی تحت فشار هستن و پول زیادی ندارن برای عیدی دادن، بهشون زیاد فشار نیارید. فرش خونه رو لوله کنید، برید بفروشید، پول عیدی رو زنده کنید. فقط فرش رو لوله کردید، مراقب باشید کسی توش نباشه. من یه بار لوله کردم بردم فروختم، داداشم توش بود. به یارو هر چی التماس می‌کردیم داداشم رو پس نمی‌داد. میگفت جایزه خرید فرش ما لای فرش پیداش کردیم. قدر کوچکترها رو هم بدونید. مثلا یه دختر دبیرستانی دیدین تو کوچه میره، بهش فحش ندید. اینا میرن دانشگاه، ابروها رو برمی‌دارن، یه جوری داف میشن که به غلط کردن میافتید. قدر متوسط‌ها رو هم بدونید. قدر قطورا، قدر درازا، قدر کوتاها، قدر ببخشید داشتم در مورد چی صحبت می‌کردم. آها، عیدتون مبارک. سلام سلام سلام، عیدتون مبارک. خوش اومدین به اولین گرینگو شو در سال 98. امیدوارم که سال خیلی خیلی خوبی باشه برای همگی، پر از شادی و موفقیت و کلی آرزوی خوب برای همه. تو سال 97 خب خیلی سوژه‌های زیادی داشتیم، با خیلی از سلبریتی‌ها و آدم‌های معروف شوخی کردیم. بعضی‌هاشون خیلی ناراحت شدن،
زدم فرق سر من. بعضیشون استقبال کردن و خندیدن با ما. امشب میخوایم که چند تا از اون شوخی ها و سوژه ها رو با هم دیگه ببینیم و دوباره بخندیم. خانم ها این جمله رو بنویسن: وقتی مردی به خانومش میگوید تنها تو را دوست دارم، دقیقا شبیه این است که یک زن قول داده برود مغازه ها را بگردد اما هیچ چیز نخرد. البته چون من خودم موافق این قضیه بودم و هستم دیگه، خب به یک نفر نمیگم دوست دارم و خب خدا رو چه دیدی یهو رفتن مغازه ها رو ببینن، خب خریدم کردن دیگه، حالا بیا جمعش کن. البته با این وضع قیمت ها خانم هایی که میرن بیرون و خرید میکنن خیلی کم پیدا میشه، دقیقا مثل مرد هایی که فقط به خانمشون میگن دوستت دارم. من موندم این تماشاچی ها به چی میخندن، مگه اومدی این شوی حسن ریوندی رو ببینی؟ هیچ مردی روی کره زمین اینگونه نیست، هیچ مرد، مگر اینکه از ساختار مرد بودن خارج باشه. خب مثلا ممکنه ساختارش به ولکنش اتصالی بکنه خراب بشه، دیگه ساختاری نمیمونه که. برای خیلی مراقب ساختاراتون باشین، زمستونه یا دیدی خوش شد افتاد. دیگه باید بریم از کرات دیگه مرد وارد بکنیم به زمین. به هر حال با این دیدگاه آقای دکتر دیگه امیدی به ساختار مردای زمینی نیست کلا. و الا اینکه شما تصور کنید یک مرد با همان علاقه به زن از خانه خارج می شود و با همان میزان علاقه به خانه باز می گردد، ول معطلید. زنی که تنظیم می کنه اون مقدار علاقه کم یا زیاد شده رو، زن رگلاتور مرده، زمانی که میاد خونه اون علاقه رو تنظیم می کنه. خب دقیقا اینجا به هم ریختم، چون تا قبل از دیدن این ویدیو فکر میکردم که زن مونس و همزاد و همراه مرده و نیمه گم شده شه و مرد با زن کامل میشه، اما اشتباه فکر میکردم زن رگلاتوره. دیدم میام خونه یا تسم پروانه پاره میکنم، آب روغن قاطی میشه، دینام میسوزه، نمیدونم ترمزم از کار میافته، نگو به خاطر رگلاتورم خوب نبوده. الان کسی رگلاتور منو ندیده؟ کجاست؟ همینجاها بودا؟ آها رفته خرید. خب اشکال نداره دیگه، حالا دو تا رگلاتور اون پشت گذاشتم از اینجا برمیدارم. یک ویدیو دیدم از آخرین اختراع بشر که از این اختراعی که به هیچ دردی هم نمیخوره، من نمیدونم مثلا چرا اینا رو میسازن، چرا اینا رو اختراع میکنن. خب الان که چی؟ مثلا الان پوست حبه انگور رو برداشتی، بعد اینا رو بخیه زدی خیلی ظریف و خوشگل و مرتب، مثلا میخوای چی رو ثابت کنی؟ به چه درد ما میخوره؟ اختراع باید یه جوری باشه که کاربردی باشه. الان ببینیم بچه ها چی کار کردن، چه اختراعی رو انجام دادن، چقدر کاربردی. این سیخ داغ کنه برای رانندگان عزیز که وقت پیکنیک ندارن، داغ میکنن سیخو به این صورت. آقا ببخشید سیخو میذارین تو ببینن ملت عزیز، بله اینو میذارن تو، سیخ قرمز میشه و مواد افیونیشون رو استعمال میکنن، بله تعداد بالا هم هست. ببینین اختراع به این میگن. خواهش میکنم تشویق کنین این مخترع عزیز رو، کاربردی به درد همه میخوره. الان خود من واقعا سختم بود که موقع رانندگی بخوام با گاز پیکنیکی سیخ و داغ کنم. خب ببینین الان چطور آخه من این کار انجام بدم، با سرعت 100 تا دارم میرم، گاز پیکنیک هم که نرم باشه خطرناکه. ببین الان این اختراع واقعا به داد من رسیده. به نظر من برای موتور سوارام یه فکری بکنین که الان روی موتور هستن دیگه نیازی نباشه برن توی خرابه جای بشینن گاز پیکنیکی و این کارا رو انجام بدن، اونا هم کار دارن، سیخ داغ کن همیشه هم همراهشون باشه با یه قیمت مناسب. خب الان شما ببینین اگر سیخ داغ کن بود دیگه ما این صحنه ها رو نمیدیدیم. خب ببینین الان بازار تشنه است، یعنی الان باید سریعتر کالا به دست مصرف کننده برسه و خب این اختراع که میگفتم یعنی این که مسیر بشریت رو عوض کنه.
حالا چه میدونم 4 تا بخیه زدی به حبه انگور و مثلا میخوای چیکار کنی؟ توی عمل چشم ازش استفاده کنی که چی بشه؟ اصلا نمیخوام اصلا من ببینم. من که همیشه عینک میزنم. جا داره یک بار دیگه ما مخترع سیخ داغ کن رو تشویق بفرمایید. خواهش میکنم تشویق بفرمایید. احمد آقا بادیگارد شخصی لات با مرام و معرفت جنیفر لوپس عزیز هستن. بچه نشون میده که این یه لاته. یعنی جنیفر یه لات با مرامه. هفته قبل کاملا این موضوع رو شکافتیم و مشخص کردیم که احمد آقا محافظ این لات با مرام و با معرفت جنیفر لوپس نبوده. فقط یه خالی بندی 10 ساله بوده که همه رسانه ها هم بهش دامن زدن. منتها حواس ما نبود که بعد از برنامه جنیفر لوپس یه مصاحبه داشت که به این شکل آبروی ما رو برد. من عاشق احمدم. اون بهترین محافظ من بوده و همیشه واقعا از من محافظت میکرده و حتی بعضی وقتا من از اون محافظت میکردم. نمیدونم، یعنی همه جا بود، اینجا اونجا تقریبا همه جا. و خب ما با هم دیگه خیلی صمیمی شده بودیم. اون یعنی دوستی خیلی خاصی داشتیم ما با هم. یعنی یه چیزی وقتی بریم توش دیگه رفتیم. به قول احمد وقتی که میرفت توی یه چیزی دیگه در نمیومد. الان توی مغز من همیشه بهش فکر میکنم. اون میخواست بره ایران و نقش افسانه‌ای یه قول برره رو بازی کنه و به خاطر این ما مجبور شدیم که از هم جدا شیم. دلم براش تنگ شده. یعنی من آب اگرش. ببخشید که شما رو ناراحت کردم جنیفر. بیشور. و همیشه احمد منو یاد الویس میندازه. البته نه الویس پریسلیا، الویس قلابی. چون فکرشون شبیه همه، یعنی یه جورایی خالی چی میگن؟ خالی بندیه. و توی خالی بندی خیلی شبیه به هم بودن. دیگه جنیفر لوپز هم در مورد الویس قلابی تمام ماجرا رو میدونه. ویدیو دیدم یک دختر جوانی ورزش باستانی رو به زیبایی انجام میده. آفرین، آفرین، دمت گرم. فقط اینکه این زورخونه اون حس و حال رو نداشت. من فکر میکنم که بقیه رفتن یه زورخونه دیگه که اونجا بتونن از نزدیک این ورزش باستانی و پهلوانی رو ببینن و از نزدیک بتونن لمس کنن این آیین جوانمردی. بتونن توی زورخونه باشن، جایی که تختی‌ها و پوریای ولی‌ها اونجا پرورش پیدا کردن و بتونن این فرهنگ پهلوانی و جوانمردی رو نسل به نسل و سینه به سینه منتقل کنن. همه رفتن اینجا. حداقل از اون عکسای روی دیوار خجالت بکشید. اون میل و کبادی زورخونه و سنگ زورخونه دیگه از خجالت آب شدن. امشب همشون در میان، فرار میکنن. جای مرشد زورخونه مثلا عباس شیر خدا کامبیز دیجی اومده میزنه بچه‌ها همه وسط و اصلا زورخونه شده غیرخونه. سال جدید باید خیلی پرقدرت بریم به جنگ این پلنگ ها و خزمزای مجازی. بریم ویدیو اول رو با هم ببینیم. من مطمئنم که نایکی به این پول داده که کلاه آدیداس بپوشه. یه جورایی می‌خواستن این آدیداس رو یه جورایی اصلا بزنن به زمین. تا الان 2000 نفر رو اخراج کردن. ضد تبلیغ به این میگن. یعنی ببینید چی کار دارن میکنن. برندهای داخلی که هیچ، برندهای خارجی رو هم برن نابود.
سلام، خسته نباشید. عباس علی پور هستم، معارف و برسلی گیلان. چند تا حرکت نمایشی میزنم که اعلام بشی. این برای یه حریف بود، ولی برای سه نفر. واقعا که خب الان این بروز علی من نمیدونم چطوری سبکش، چون معمولا بروز علی میزد اونا رو حریفاشو داغون میکرد، این کلا 30 تا به خودش میزنه، دو تا مشتم تو هوا میندازه. یعنی بعد خود من نمیدونم دیگه، بعد دعوا فکر کنم که بیشتر خودزنی کرده باشه تا اون براز حریفو بزنه. یعنی حریف یه گوشم وایسی این یارو خودشو میزنه. میخوام یه مرکز دندون پزشکی خیلی خوب بهتون معرفی کنم که کار کامپوزیتشون عالیه. کامپوزیتشون ونیل آلمانی با زیرکانیوم آمریکایی، مواد آمریکایی که بالای 1395 شون به خاطر ایام عید برای شما کامپوزیت میکنه و تقریبا اولیش تا سه واحد برای شما رایگانه. خب همونجوری که میبینید یکی از کامپوزیتورا رو تو تصویر داریم مشاهده میکنیم. در حال جنس آلمانیه با زیرکانیوم آمریکایی، نمیدونم فکر کنم چه چیزی گفت. و خب این آقا هم که می‌دونید دیگه کلا کامپوزیت مغزشون کلا اینو برداشتن یک سری کامپوزیتای دیگه گذاشتن که میگن رایگانم بود اینجور که خودش میگه تا ای. و امیدوارم که برگردی کامپوزیت اصلی دوباره رشد کنه، چون خیلی داره خطرناک میشه دیگه. تعریف از خودم نباشه، ولی خب هم خوشگلم هم خوش استایلم هم وضعیت مالیم اوکیه و بهت حق میدم که بهم حسادت کنی، چون از قیافت، استایلت، رفتارت مشخصی که یه چیزی توی زندگیت کم داری که انقدر پشت سر من حرف بزنی. دیگه چی بگم واقعا نمیدونم. ببین فرض هم بگیریم که همه چی داشته باشی، اصل کاری رو نداری. اصل کاری رو نداری. بعد حداقل کاش اینا که داشتیم اون لباس زندانی رو از سرت در میآوردیم. ما دیگه مشکوک نشیم به الان فیلم ها با دالتون ها هم سلولی بوده که اینجوری شده. سلام دوستای عزیز، امروز پیش خانم دکتر کارهای چادر گونم پیش ایشون انجام دادن. ایشون کارهای تمام کارهای زیبایی، پرسینگ، کاشت نگین، چادر گونه و لیزر موهای زائد انجام میدن. والا وقتی میخواییم بریم دکتر مراقب باشین و بدونی که داریم پیش دکتری میرین که میخواییم بریم. الان من فهم میکنم که این اصلا دکتر نبوده، چالکنی چیزی بوده، چون اصلا چالگونه اینجا نیستا، یه جای دیگه اصلا چال سیبیله، نمیدونم چیه. دقت کن جای دیگه بدنت هم ببینی، یا دیدی اینجا هم یه چالی زده، مثلا فرق سرت هم یه چال زده، چک کنین این قضایی ها رو قبل از اینکه برین دکتر. ولی کلا خودت هم نیست برو دکتر، حالا پیش این دکتر نه، دکتر دیگه که به درد میخوره بود، یعنی هزینه رو بده برای اونا. خب بخش توییتر رسیون و بریم که توییت های بامزه شما رو تو این بخش بخونیم. جیسون توییت کرده سگ 10 ماهه رو فرستاده کلاس آب درمانی که استخوناش قوی بشه. اون وقت من یه بار بچه بودم پام شکست، بابام به دکتره میگفت آقا ببین اگه خرج گچ و اینا بیشتر از 200 تومنه ما علیکی هزینه نکنیم، ببریم تو جنگل خلاصش کنیم. بیشوری توییت کرده اندی میگه عزیزم هدیه من برات یه دنیا عشقه. خب راحت بگو پول ندارم کادو بخرم دیگه، فکر کردی 6 و 8 بخونیش تأثیر مثبت داره؟ سرتونین این عکس رو گذاشته و نوشته استفاده صحیح از فرزند. نازنین ماموت نوشته ایرانی نیستی اگه تقویم به دستت برسه تعطیلا رو نشموری. هدایت الله خان توییت کرده هیچ وقت استرس اینو نداشتم که فروشنده وقتی کارت میکشه یه صفر بیشتر بذاره. راحل نقطه آر توییت کرده به خواهرم گفتم همه تو شرکتمون دارن میرن جنوب فرانسه و بارسلون، گفت اب نداره، شاید به تو که داری 3 روز میری شمال بیشتر از اونا خوش گذشت. یاد فیلمای ایرج ملکی افتادم. پیت پیتک این عکس رو گذاشته و نوشته عکس هوایی که ناسا از ایران منتشر کرده، این نقاط زرد موهای لایت شده یه خانم‌ها برای عیده. علی نوشته من بهترین غذایی که میتونم درست کنم سفارش چلو کبابه. استاد حسن خیر سرم توییت کرده بابام یه جوری داره انباری رو تمیز میکنه که فکر کنم کل 13 روز عید و قراره اونجا زندگی کنیم.
کایات نوشته این اصرار زنای ایرانی به بلوند کردن موهاشون واسه سال نو خیلی عجیبه واقعا. از هر 10 نفر 9 تاشون بلوند کردن. تو خود ایسلند و نروژ هم فکر نکنم اینقدر بلوند باشه. دمتون گرم. و توییت هفته سید ولگرد حسینی توییت کرده نزدیک عیده، آجیل و میوه خیلی گرونه. همین فردا زنگ بزنید چند تا فرش خارمادر به کل فامیل بدید، کدورت به وجود بیارید. کلی پول پس انداز میشه. خیلی بامزه. دم تک تکتون گرم. مرسی، متشکرم. توی این بخش ویدیو میبینیم از یکی از همین خارجی ها که بعضی وقتای کارایی میکنن دیگه. حالا مثل ما که نیستن این از هر انگشتشون از ذات هنر بباره. ببینیم ویدیو رو. Just wanna make you feel okay. But all you do is look the other way. I can tell you how much I wish I didn't wanna stay. خب رسیدیم به اولین قرعه کشی سال 98 و پیدا کردن دو برنده خوششانس امشب و امسال ما. شروع سال رو دارم میگم. و خب خواهش میکنم که از 5 به 1 بشمارید. خواهش میکنم. 5 4 3 2 1. خب حمید رضا مبارکت باشه. حمید رضا جان تبریک میگم به تو، اولین برنده سال 98 ماهی. برای پیدا کردن نفر دوم از 4 به 1 بشمارید. من سعی میکنم که دو تا برم بالای لیست و دو تا بیام پایین لیست. 4 3 2 1. خب محسن، دو تا آقا برنده این امشب ما شدن. محسن جان و حمید رضا جان مبارکتون باشه. از طرف ما یه دایرکت مسیج میگیرید و به شما میگیم که جایزه چطور به دست شما میرسه. قربون تک تکتون. فراموش نکنید که توی آخرین پست اینستاگرام من، زیر آخرین پست اینستاگرام من، توشو کاری نداشته باشید، زیر آخرین پست اینستاگرام من کامنت بذارید که بتونید توی قرعه کشی هفته دیگه ما شرکت کنید. خب دیگه این گریگونامه و این دلنوشته ها تو سال 98 هم ادامه داره. یعنی این عشق من واقعا تمام ناشدنیه. گریگونامه این هفته رو با هم ببینیم. سلام بهارم، سلام بهار من. همه میگن اومدی، میگن بهار آمد و شمشادها جوان شده اند. شمشاد جوان کیه؟ داداش رامبد جوان نباشه، نزدیکش نشو باهات ازدواج میکنه. سلام بهار، سلام نازنین، سلام نوشین، سلام آرزو، سلام نسترن، سلام بتول، اقدس، اشرف، اصلا سلام غلام رضا، همگی سلام، زندگی سلام. منو ببخشید اگه سال پیش وقت نکردم عاشقتون بشم. سال پیش خیلی سرم شلوغ بود، حداقل عاشق 2-3 میلیون نفر شدم، ولی بازم توقع ازم بیشتر بود. خیلی درخواست دادن، خیلی ازم ناراحت شدن. سال پیش اتفاقات عجیبی افتاد. مثلا هانیه توسلی گفت دیگه ازدواج نمی کنم. بهار رهنما جایزه صلح گرفت. رامبد جوان احتمالاً 3 تا زن دیگه گرفت. البته اینو حدس میزنم، خبر موثق ندارم. اندی فوت کرد، بعد مسخره بازی در آورد، خبر مرگش رو تکذیب کرد. اون چند نفری که خواننده نشده بودند خواننده شدند که الان 80 میلیون خواننده داشته باشیم. سردار آزمون خدافظی کرد، ولی زود باز اومد سلام کرد. بهار رهنما جایزه صلح گرفت. این خبر اونقدر مهم بود که هنوز خود اونایی که بهش جایزه دادن باورشون نشده. واسه همین دوبار گفتم. چند تا از خواننده های ایران از کارهای خارجی کپی نکردن. چند تاشون فقط نکردن، بقیه کپی کردن. چند تا از بازیکنای تیم ملی رفتن سمت داور و باعث حذف ایران از جام ملت‌ها شدن.
هنوز هم پیش داورن، رفتن خونهشون، دارن باهاش زندگی میکنن. تو سال جدید امیدوارم به حیوانات احترام بذارید. مثلا به این گاوهایی که بین خطوط حرکت نمیکنن فوش ندید. به این بزغاله ها که از شیشه های ماشین آشغال پرت میکنن نگید خارپشت منظورم بود. به هر حال اونا حیوانن، شعور ندارن. در آخر روی صحبتم با شما دختران سرزمینم است. یک سال گذشت، یکم پا بدید به پسران سرزمینم. اینقدر هی نرید کافه، یکم مهربونتر باشید و هرچه پسران سرزمینم گفتن بگید چشم. دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش کنیم آباد. اگه دست ندادید پا بدید حداقل. اصلا هم دست بدید، هم پا بدید، هم گوش بدید، هم چشم بدید، همه چی بدید دیگه. در سال جدید به تمام دختران سرزمینم قول میدم که از گزند عشق من در امان نخواهید بود. هر جا ببینمتون عاشقتون میشم. فدای تک تکتون. عشق همیشگی شما گرینگو. برای ویدیوی هفته یک ویدیوی نوروزی با حال و هوای بهاری در نظر گرفتم از نغمه مرادآبادی که میبینیم و لذت میبریم. تمام شد، امیدوارم که لذت برده باشید از دیدنش. باز هم عیدتون مبارک و بهترین آرزوها رو دارم براتون توی این سال. همیشه شاد باشید و همینجورم که شاد هستیم سوراخ‌های ارتباطی ما رو فراموش نکنید. به هر حال دیده این تو سال 98 باید بهتری کنیم. امیدوارم که شب خیلی خوبی داشته باشید و تا هفته دیگه بیسمنتتون گرم.